سلام و درود خدمت شما عربی آموزان عزیز وقتتون بخیر و شادی و سلامتی ابوذر صادقی هستم مدرس زبان عربی لحچه های عراقی و خلیجی و شامی در ضبط حلقه چهارم عربی ویژه اربعین در خدمت شما هستیم این دوره 15 تا کلیپه که الان در حال حاضر کلیپ چهارم رو داریم براتون اجرا میکنیم کلیپ های بعدی رو هم حتما ببین اگر اولی و دومی و سومی ندیدی این کلیپ رو نگاه نکن برو اول اونا رو ببین بعد این کلیپو. حتما قلم و کاغذ داشته باشید اصطلاحات رو یادداشت کنید چون به دردتون میخوره و هر جاشم هر سالی براتون پیش اومد توی کامنت ها از من بپرسید در خدمتتون هستم و کانال ما رو حتما فالو داشته باشین چون آموزش های زیادی قرار رو براتون بذاریم به صورت رایگان از اینا هم استفاده کنید اما عزیزانی که به صورت تخصصی مثل اینکه مهاجران قصد سفر به کشورهای عربی رو دارن کشورهای حوزه خلیج فارس، قطر، کویت، عمان، امارات، بحرین، عربستان سعودی و حتی عراق، سوریه، لبنان میخوان یا اونجا زندگی کنن، کسب و کار، تجارت داشته باشن، میتونن تو کلاس های وی ما که به صورت تضمینی هست شرکت کنن و در خدمتشون هستیم، جهت کسب اطلاعات بیشتر از کلاس های وی ما میتونن به شماره ای که براتون گذاشتیم توی واتساپ پیام بدن تا راهنماییشون کنیم. بی مقدمه بریم سر ضبط کلیپ چهارم از مجموعه 15 کلیپ عربی ویژه اربعین اصطلاح چقدر راهه ببین از لب مرز تاکسی گرفتی توی تاکسی میخوای بگی که به اون راننده بر اون راننده میخوای بگی چقدر راهه مثلا از اینجا تا نجف مثلا چقدر راهه چقدر میشه اشگد 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 اش یعنی چقدر مسافه یعنی راه مسافت اش دل مسافه مسافت چقدره راه چقدره اش دل مسافه مسافت چقدره چقدر راه منظور اینه مثلا اش دل مسافه لنجف یعنی چقدر راه تا نجف میخوای بگی چند سالته با یک عربی دوست شدی سنش رو میخوای بپرسی اشگد عمرک اشگد عمرک یعنی چند سالته اگه به یه خانوم بگیم چند سالته اشگد عمرک اش گد عمرک میخوام کرایه چنده اجرت چنده کرایه چنده اش گدل اجره. تکرار کنید این خیلی پرکاربرد ها اش گدل اجره اش گدل اجره یعنی کرایه چقدره کرایه چقدره اش گدل اجره کرایه چقدره اصطلاح بعدی بعد اش باقی چقدر دیگه مونده آقا از راننده تاکسی میخوای بگی که یک ساعت دو ساعت توی تاکسی میگه خب بگه کی میرسی منظور دینه کی میرسیم چقدر دیگه مونده بعد اشکت باقی اشکت یعنی چقدر باقی یعنی باقی مونده بعد یعنی دیگه چقدر دیگه باقی مونده اشکت چقدر بعد دیگه با دیگه چقدر دیگه مونده چقدر دیگه مونده اشکت یعنی چقدر بعد یعنی دیگه باقی یعنی باقی مونده بعد اشکت باقی تکرار کنید بعد اشکت باقی یعنی چقدر دیگه مونده اصطلاح بعدی اشکد باقی حتی نوصل چقدر دیگه مونده تا برسیم این خیلی کامل تره دیگه اشکد باقی حتی نوصل حتی نوصل نوصل تکرار کنید اشکد باقی حتی نوصل اشکد باقی حتی نوصل چقدر دیگه مونده تا برسیم بریم اصطلاح بعدی چقدر لازمه که صبر کنم اینجا چقدر باید اینجا واستم اشکد لازم اصبر اهنانه تکرار کنید اشکد لازم اصبر اهنانه اشکد لازم اصبر اهنانه چقدر باید صبر کنم اینجا اشکد چقدر لازم باید اصبر صبر کنم اهنانه اینجا سوال بعدی اشکد تعبان انت چقدر خسته ای تو اشکد تعبان انت اشکد تعبان انت تعبان یعنی خسته تعبان حفظش کنید تعبان یعنی خسته اشکد تعبان انت چقدر خسته ای تو اگه به خانم بخوایم میگیم چقدر خسته ای تو اشگت تعبان انتی اشگت تعبانه انتی میخوای چقدر تو دروغگویی اشگت کذاب انت کذاب یا کذاب این که رو تبدیل به چه میکنن اشگت کذاب انت اشگت کذاب انت چقدر دروغگویی تو اشکت چذاب انته اصطلاح بعدی خب چقدر گرونه رفتی خرید یا قیمت عجیب غریب گفتیم میخوای چقدر گرونه یا کرایه ماشین شو طرف بالا میگه اشگت غالی, غالی 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 یعنی گرون اشگت غالی یعنی چقدر گرونه اصطلاح بعدی اشگت تحچی انت یعنی چقدر حرف میزنی تو اشگت تحچی انت یعنی چقدر حرف میزنی تو اشکت اشکت یعنی چقدر تحچی حرف میزنی انت میتو یعنی تو چقدر مونده تا نجف چقدر مونده تا کربلا چقدر مونده تا سامرا چقدر مونده تا مرز اینو یاد بگیر اشکد باقی نجف. اشکد باقی لنجف یعنی چقدر مونده تا نجف اشکد باقی لسامرا چقدر مونده تا سامرا اشکد باقی لکربلا چقدر مونده تا کربلا اشکد باقی حدود. چقدر مونده تا مرز اشکد باقی لشلامچه چقدر مونده تا شلامچه اشکد باقی للبصره چقدر مونده تا بصره اشکد باقی للکاظمیه چقدر مونده تا کازمین. پس اشکت باقی ل فلان هر چیزی که خودت خواستی بگو. وین اعقد. یعنی کجا بشینم؟ وین یعنی کجا؟ اگ اعقد. به حول الله و قوته اقوم و اعقد. تو نماز میگن اعقد. این همون اده همون اعقد نماز رو رعایت میکنیم وین اد یعنی کجا بشینم؟ کجا بشینم؟ اجعاد اجعاد اهناک حبیبی اجعاد یعنی بشین اجعاد فل امر دستوریه اجعاد یعنی بشین اجعاد یعنی بشین اهناک یعنی اونجا اهنا یعنی اینجا اهناک یعنی اونجا این که رو کارداری اهنا یعنی اینجا که که بیاد اشاره به دور میشه میشه اهناک یعنی اونجا اجعاد اهناک یعنی اونجا بشین حبیبی عزیزم به یکی بگی که میشینی کنارم میشینی کنارم تگعد یا تگعد تگعد یعنی میشینی تگعد یعنی میشینی یمی یعنی پیش من کنار من یمی پیش من یمی پیش من یمی پیش من اجی یمک یعنی میام پیش تو پس این یمی خیلی پرکار برده این یمی همون جنبیه تگعد جنبی عربی کشور دیگه میگن جنبی اما عراقی ها میگن یمی تقعد یمی یعنی کنار من میشینی یمی یعنی پیش من کنار من میخوای بگی که میخوای امامو زیارت کنی ترید تزور امام علی ترید تزور امام الیحسین ترید تزور امام کاظم یعنی میخوای امام مثلا زیارت کنی ترید یعنی میخوای تزور زیارت کنی امام مثلا علی میخوای امام علی رو زیارت کنی ترید تزور امام علی میخوای بگی که ماشین های خود عتبه هستن یا نه اكو سیارات الخاصه للعتبه عتبه ماشین های مخصوص داره مثلا برای زیارت مثلا سامرا از مثلا از کربلا میخوای بری میخوای از خادما بپرسی که خود حرم امام حسین ماشین های مخصوص داره مارت تو مثلا سامرا ببره یا نه ما مثلا تو ایران میگیم آستان قدس رضوی عرب ها میگن عتبه عتبه مقدسه اکو سیارات الخاص للعتبه عتبه ماشین های مخصوص داره عتبه یعنی امون عتبات آلیات چی میدین امون مجموعه حرم رو میگن عتبه ماشین های مخصوص داره اکو سیارات الخاص للعتبه اشلون اروح لزیاره اشلون یعنی چطور تکرار کنید اشلون اشلون یعنی چطور اشلون یعنی چطور اروح بروم لزیاره بزیاره اشلون اروح لزیاره چطور برم بزیارت؟ شلون اروح للزياره چطور برم بزياره شلون اقدر اروح للنجف چطور میتونم برم بالنجف شلون اقدر اروح للنجف شلون چطور اقدر میتونم اروح, اروح برم للنجف شلون اقدر اروح للنجف چطور میتونم برم بالنجف شلون اني اقدر الگی ابنی چطور میتونم پسرم رو پیدا کنم مثلا پسر شد رفت گم کرده اشلون چطور آنی من اگدر میتونم الگی پیدا کنم از لقا میاد ابنی یعنی پسرم چطور میتونم پسرم رو پیدا کنم اشلون اروح لمسجد الکوفه چطور بروم به مسجد کوفه اشلون چطور اروح بروم لمسجد الکوفه به مسجد کوفه اصطلاح بعدی شلون تحجی بالفارسیه آقا یک عربی هست فارسی صحبت میکنه میخوام بگی که شلون تحجی بالفارسیه چطور به فارسی صحبت میکنی چطور فارسی حرف میزنی اشلون چطور تحچی حرف میزنی تکلم میکنی تحجی همون تحکی بوده از حکایت کردن بالفارسیه به زبون فارسی شلون اقدر اخذ اکل الحرم چطور میتونم غذای تبرکی خود حرم رو بگیرم اشلون چطور؟ اگدر میتونم آخوز آخوز یعنی بگیرم آخوز یعنی بگیرم اكل اكل، یعنی قضا حرم هم که حرم اشلون اگدر آخوز اکل حرم چطور میتونم قضا و اكل حرم رو بگیرم اصلاح بعدی اشلون اگدر اخدر چای العراقی اشلون اگدر اخدر چای العراقی چطور اگدر میتونم اخدر تکرار کنید اخدر دم کنم اخدر از مخدر میاد اخدر دم کنم چای چای عراقی اشلون اگه اخد در اخدر چای عراقی چطور میتونم چای عراقی دم کنم میخوایی روش طبخ چای عراقی رو یاد بگیری دم کردنشون اصطلاحی برای این برای حال و احوال پرسیه از اشلون استفاده میکنی اشلون صحتک یعنی صحتت چجوریه سالمی اشلون صحتک حالت چطوره يا شلون احوالك احوالتون چطوره شلون احوالك شلون احوالك تكرار كني انا مره حال احوال پرسی يا شلون احوالك يا مثلا شلون اهلك يعني خانواده چطورن شلون اهلك يعني خانواده چطورن خانواده رو میگن اهل 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 یعنی خانواده اهلک یعنی خانوادت اشلون اهلک یعنی خانوادت چطورن؟ اشلون اگه در چطور میتونم روح لزیاره برم به زیاره با کلمه اشلون اگدر میتونی خودت جمله بسازی اشلون اگدر فلان اشلون اگدر هر چی خود دوست داری چطور میتونم جمله بسازی اشلون اگدر اسجل اسمی اشلون چطور اگدر میتونم اسجل تکرار کنید اسجل 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 تشدید بر اسجل ثبت نام کنم چون اسمی بعدش اومده اسمم رو بنویسم اسجل از تسجیل میاره یعنی ثبت کردن چطور میتونم اسمم رو ثبت کنم یعنی چطور میتونم ثبت نام کنم اشلون اگر اسجل چطور میتونم اسمم رو بنویسم و ثبت کنم اش گدل مسافه ما بین کربلا و نجف یعنی مسافت و فاصله بین کربلا و نجف چقدره اینو چجوری میتونیم سوال کنیم برای بی خیلی راحت اش گد یعنی چقدره مسافه یعنی مسافت ما بين ما بين كربلاء والنجف چقد راه بين كربلاء ونجف ما شاء الله انت ايش حلو ما شاء الله ما چقد قشنجي ما شاء الله انت ايش حلو ما شاء الله انت أشكد حلو ما شاء الله يعني ما شاء الله انت تو ايش قد حلو 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 يعني قشنجي حلو يعني قشاني حلو يعني قشان انت حلو يعني تو قشنجي بس كلمه حلو 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 و منای قشنگ به خانوم میخوایم بگیم قشنگی انتی حلوه انتی حلوه اصطلاح بعدی اشکت تحچی انت چقدر تو حرف میزنی اشکت تحچی انت چقدر تو حرف میزنی اشکت تحچی انت میخوایم چقدر تو سیگار میکشی یعنی دیگه خوراک سیگاری های یعنی چقدر تدخن تدخن یعنی دود میکنی دود میکنی تدخن دود میکنی جیگایر سیگار جیگایر سیگار عشق تدخن جیگایر چقدر سیگار میکشی منظورینه؟ چقدر در تو سیگار میکشی آقا یک رفیق تون تون سیگار روشن میکنه تو هم که سیگاری نیستی خوای بهش تذکر بدی خوای چقدر تو سیگار میکشی فقط کافیه بگی عشق تدخن جیگایر چقدر در تو سیگار میکشی اخوای تدخن نرگیله واز میبینی طرف نارگیله، kardeş. نارگیله این قلیون. عرب‌های خلیج میگن شیشه، اما عراقی‌ها میگن نارگیله. اهواي، اینه کلمه عراقیه. اهواي یعنی خیلی زیاد. اهواي یعنی خیلی زیاد تدخن. یعنی می‌کشی، دود می‌کنی. تدخن می‌کشی نارگیله، قلیون. خیلی قلیون می‌کشی تو. اهواي تدخن نارگیله. اه. خیلی قلیون می‌کشی. اهواي تدخن نارگیله. اشکت اجرتک اشکت اجرتک یعنی اجرت چقدر کرایت چقدر و یک ران تاکسی میخوای بگی اجرت چقدر اشکت اجرتک یعنی کرایت چقدر اشکت عندک فلوس چقدر تو پول داری آقا به دوست میخوای بگی که تو چقدر پول داری اشکت یعنی چقدر عندک داری فلوس یعنی پول فلوس یعنی پول اشکت عندک فلوس اشکت چقدر عندک داری فلوس پول چقدر پول داری اصطلاح بعدی. میخوایی بگی که قیمت شنده این اصطلاح پایانی واقع شارمونه هست خوبی قیمت شنده. اش یعنی چقدره؟ سعره سعره یعنی قیمتش. اش سعره؟ تکرار کنید اش سعره؟ یعنی قیمتش چنده اش سعره؟ یعنی قیمتش چنده؟ رفتی توی یک مغازه مثلاً آبافروشی آبای زنونه مثلا ما زنونه مثلا فستان کیف و و تسبیح و سوغاتی میخوای بخری اون کالا رو میگی سعره یا رفتی موبایل فروشی موبایل مثلا میگی سعره این یعنی قیمتش چنده پس این اش سعره رو حفظ کن خیلی پر کار برده هر کالایی رو در موردش داری صحبت میکنی یا دستته بگو اش سعره این یعنی قیمتش چنده و قیمتش رو بهت میگه خب دوستان عزیز کلیپ چهارم عربی ویژه عربین ما هم تموم شد بی مقدمه بریم سر ضبط کلیپ پنجم با ما همراه باش